برای پیدا کردن فایل توی هر چیزی شما میتونید اینجا اون عنوانی رو که میخواین سرچ بکنید. اما اگر بیایید اینجا find یا command F، قدرت عجیب و غریب OS X توی سرچ رو واقعا میتونید ببینید. اینجا شما میگین kind یا نوع فایل چیه، من میگم تصویر و حالا حجمش فایل سایز بزرگتر greater than 5 مگابایت و کوچکتر فایل سایز دوباره is less than 10 مگابایت. حالا تمام عکس هایی که توی این هارد اکسترنال من هست که 2 ترابایت و چند صد هزار تا توش عکس و فایل و اینا وجود داره، تمام اونا رو به این سرعت نشون من میده. تمام اونهایی که همچین مشخصاتی دارن، عکسن از 5 مگ بزرگترن، از 10 مگ کوچکترن. حالا باز من این مثبت بغل رو میزنم و میام میگم نیمش توی اسمش contains داشت یه گرل، یادم داشت تو اسمش. این دقیقا اون فایلی که من دنبالش میگشتم، یکی از نقاشی چارلز وست کوپ که اسمش گیل وید سلیت هست. توانایی عجیب غریب OS X زمانی مشخص میشه که شما میاد اینجا آدر رو میزنید و یه لیست عریض و طویل میبینید از تمام عنوانهایی که میتونید بر اساسش سرچ بکنید. کسانی که کار موسیقی و صدا انجام میدن، کسانی که کار تدوین انجام میدن با فیلم زیاد سر کار دارن، یا عکاس هستن و با عکس زیاد سر کار دارن، احتمالاً یا گرافیست ها، فکر کنم این قسمت خیلی از عنوان ها براشون خیلی آشنا باشه. به طور مثال اف نامبر یا همون شماره دیافراگم یا آی اس او ای که فکر میکنم اینجا باشه. انقدر این لیست بلنده که شما اگه خواستید میتونید اینجا بزنید و سرچ هم بکنید، مثلا دیوریشن یا طول یک کلیپ که بر اساس اونم حتی میتونید سرچ بکنید. اینجا شما زمانی که یه عکس رو باز میکنین، اگه ازش اینفو بگیرین، یه لیست طولانی اینجا میبینید از اطلاعات متادیتایی که همراه عکس هست و میتونید بر اساس هر کدوم از اینها که خواستید هم سرچ بکنید. در مورد فیلم هم همینطوره، اگر من اینجا اینفو بگیرم، فریم ریت، اندازه کادر و خیلی چیزهای دیگر میتونم ببینم که دقیقا توی سرچم اینجا میتونم بزنم که فرض کنید بر اساس زمان یک کلیپ میخوام الان من سرچ بکنم، یا حداقل اینم میخوام بیارم توی سرچم. به طور مثال شما ببینید اینجا من الان میگم که اف نامبر یا همون دیافراگم رو میخوام، فلش آیا زدم یا نزدم میخوام، و آیا سوم هم میخوام. حالا من توی این هاردم میگم یه کایند، یه عکسیه دارم دنبالش میگردم که سایزش، اولا فایل سایز بیشتر دوباره مثل سری قبل از 5 مگابایت و کمتر سایز لستن دوباره 10 مگابایت. در این حال میدونم که زمانی که این عکس رو گرفتم فلاش نزدم، تمام عکسایی که فلاش نخوردن رو اینجا نشون میده، و میدونم که بر اساس نوری که وجود داشته احتمالاً باید ISOM از 200 بیشتر باشه و فکر میکنم احتمالاً باید less than 400 باشه. دقیقا شما الان میتونید ببینید که این عکس ها با این مشخصات تطابق میکنن. حالا عکسی که من دنبالش میگشتم این عکس بود. این عکس رو البته من نگرفتم، دوست و همکار عزیزم آقای سحاب کریمی گرفتن و امیدوارم از دیدن این بخش لذت برده باشید و از توانایی سرچ OS X بتونید به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید.